سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی در زیر شکنجه دشخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت خبر داد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار اعزام هیئت تحقیق درباره این جنایت ضد بشری گردید. متن این اطلاعیه از این قرار است: شهادت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی در زیر شکنجه دشخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. و کسانی را که در راه خدا به قتل میرسند مرده مپندار، بلکه آنها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی میبرند. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. دشخیمان پلید رژیم آخوندی در زندان گوهردشت روز سه‌شنبه 7 آبان مجاهد خلق عبدالرضا رجبی را در زیر شکنجه به شهادت رساندند. پیکر پاک این مجاهد پایدار و پاکباز ابتدا به بهداری زندان و سپس به سردخانه منتقل گردید. جلادان که نقشه به شهادت رساندن او را داشتند در روز یکشنبه 5 آبان بدون هیچ دلیلی وی را به قرنطینه زندان وین و سپس به زندان گوهردشت منتقل کردند و تلاش کردند خبر این انتقال به بیرون از زندان درز نکند، ولی او در تماسی با خانواده هوشیارانه جابجایی ناگهانی خود به زندان گوهردشت را اطلاع داد و دشخیمان به محض اینکه متوجه این امر شدند تماس را قطع کردند. مجاهد شهید عبدالرضا رجبی متولد سال 1341 و از فرزندان مردم محروم ماهیدشت کرمانشاه بود و که در سال 1380 توسط ماموران رژیم دستگیر و به شدت مجروح شده بود، متعاقباً در بیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شد. این حکم در سال 1385 با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت و عبدالرضا دوران اسارت خود را در سخت‌ترین شرایط و در حالی که بیمار و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی بود در زندان مخوف دیزال‌آباد کرمانشاه و در بند 350 زندان اوین تهران سپری نمود. طی این سال‌ها دشخیمان برای درهم شکستن و به ندامت کشاندن او به انواع فشارها و نیرنگها متوسل شدند و بارها برایش صحنه‌های اعدام مصنوعی ترتیب دادند. اما این مجاهد راه خدا و خلق تا آخرین لحظه حیاتش قهرمانان مقاومت کرد و جان بر سر آرمان آزادی نهاد. سلام بر مجاهد صبور و صدیق و پایدار عبدالرضا رجبی، روزی که زاده شد، روزی که برای آزادی خلق و میهن به مجاهدت برخاست و روزی که در شکنجهگاه دشمن به عهد مقاومت و ایستادگی تا آخر وفا کرد. خون پاکش در عزم پایداری و در رزم بی امان مجاهدین همواره می جوشد و راهش تا سرنگونی دیکتاتوری خونخوار آخوندی و تحقق آزادی و استقرار حاکمیت مردم ادامه دارد. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. و زود باشد که ستمگران بدانند در چه کیفرگاهی واژگون خواهند شد. سازمان مجاهدین خلق ایران تمامی وجدانهای بیدار انسانی و مدافعان حقوق بشر را به محکوم کردن این جنایت فجیع دیکتاتوری آخوندی که بار دیگر
یک مجاهد اسیر را در زیر شکنجه های وحشیانه و به رذیلانه ترین شیوه به شهادت رسانده فرا می خواند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین سایر ارگان های زیربط بین المللی خواستار اعزام هیئت تحقیق درباره این جنایت ضد بشری و بازی در زندان های فاشیست مذهبی حاکم بر ایران و وضعیت به شدت وخیم زندانیان سیاسی است. سازمان مجاهدین خلق ایران، نهم آبان 1387.